آیت الله سید حسین شیرازی فرزند مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی طی روزهای گذشته میزبان حسین الشاعر از فعالان اجتماعی کشور لبنان از اهالی منطقه بنت جبیل در جنوب این کشور بود. طی این دیدار که در بیت مرجعیت واقع در شهر مقدس قم صورت پذیرفت، دو طرف در رابطه با اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور لبنان مخصوصاً اوضاع شیعیان این کشور گفتگو کردند. در این دیدار همچنین آیت الله سید حسین شیرازی پیروان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام را در لبنان به دستیابی به پست‌های مختلف و گرفتن حق خود در همه سطوح دعوت کرد تا از این طریق بتوانند به پیشرفت کشورشان کمک کنند و گام بردارند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل از تصمیم دولت فرانسه مبنی بر ممنوعیت حجاب برای ورزشکاران فرانسوی در بازی‌های المپیک سال آینده به میزبانی پاریس انتقاد کرد. به گزارش تلویزیون CNN، ماریا هورتادو، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، با اشاره به تصمیم دولت فرانسه بیان کرد، به طور کلی بر اساس قانون کمیته رفع تبعیض علیه زنان، هر کشور عضو این کنوانسیون از جمله فرانسه موظف است تا تمامی اقدامات مناسب را برای اصلاح هر گونه الگوهای فرهنگی و اجتماعی که بر اساس برتری یا حقارت هر دو جنسیت است انجام دهد. دادگاه نظامی لبنان سرکرده گروه تروریستی سنی‌های تندروی داعش در این کشور را که سال‌های قبل در اردوگاه عین‌الحل و دستگیر شده بود به 160 سال حبس محکوم کرد. عماد یاسین سرکرده این هسته تروریستی به همراه سایر عناصر آن که توسط سرویس اطلاعات ارتش لبنان دستگیر شدند، به نقش خود در حوادث خونین اخیر در اردوگاه عین‌الحل و اعتراف کردند. دادگاه نظامی لبنان بعد از پایان بازجویی و تماس با وکلای این سنی تندروی داعشی، حکم 160 سال حبس با اعمال شاقه را برای او صادر کرد. مسجدی در بخش جنوب شرقی سوئد به صورت عمدی در آتش سوخت. انس دینیش، مدیر ارتباطات مسجد، در گفتگو با رادیو دولتی سوئد تاکید کرد آتش سوزی در منطقه اربی در شهر اسکیلوستنا به صورت عمدی رخ داده است. وی افزود فیلم‌های ضبط شده توسط دوربین‌های پلیس نشان می‌دهد که مسجد در معرض تهدید و تعرض قرار داشته و این آتش سوزی کاملاً عمدی بوده است. سازمان ملل متحد در 25 ژوئیه قطعنامه‌ای را به اتفاق آرا تصویب کرد که بر اساس آن هر گونه اقدام خشونت آمیز علیه کتب مقدس محکوم شده و نقض قوانین بین المللی به شمار می رود. سندی مکین، رئیس برنامه جهانی غذای سازمان ملل، ضمن اشاره به اینکه این سازمان با کمبود بودجه مواجه است، از آن داشت قصد ندارد از افغانستان خارج شود، چرا که جان هزاران نفر در این کشور در خطر است. بر اساس آمار سازمان جهانی غذا، افغانستان یکی از 10 کشور جهان است که بیش از 1 میلیون نفر در آن از گرسنگی شدید رنج می‌برند. بودجه برنامه جهانی غذا برای کمک به افغانستان تا 3 ماه دیگر تمام می شود. این در حالی است که برنامه جهانی غذا در افغانستان اظهار داشت روزانه 20 میلیون نفر گرسنه می خوابند. به گزارش خبرگزاری بوآب الشروق، مسئولان سازمان آثار باستانی غنا اظهار داشتند به دلیل سالها بی‌توجهی و حمله موریانه‌ها به ستون‌های چوبی یک مسجد تاریخی در منطقه بوله در شمال غربی غنا، سقف گلی این مسجد تاریخی فرو ریخت. بیشتر بنای این مسجد با استفاده از خشت و گل در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 ساخته شده است. گفتنی است این مسجد تاریخی در منطقه بوله نمونه ای از سبک معماری منحصر به فرد و نزدیک به سبک معماری بنایی است که مسجد تاریخی لارابانکا در شهر تامال در منطقه شمالی غنا ساخته شده است.
سقف این مساجد در این سبک معماری با رشته‌های چوبی پوشیده با خشت و گل ساخته شده است. این سقف‌ها روی ستون‌های کوتاه استوار شده است و ظاهری منحصر به فرد به بنا دادند. بانوی تازه مسلمان و فعال فرهنگ اهل فیلیپین معتقد است اقداماتی همچون تعیین روز ملی حجاب در این کشور گامی برای رفع سوء تفاهم‌ها درباره حجاب است که نماد تبعیض، تروریسم و نبود آزادی معرفی شده است. زینب هاویر از فعالان تازه مسلمان فیلیپین که پیش از این پیرو آیین کاتولیک بوده است درباره تصمیم پارلمان فیلیپین در تعیین روز اول فوریه به عنوان روز ملی حجاب و عوامل اجتماعی مؤثر بر این تصمیم گفت این لایحه که به لایحه 5693 معروف است و مجلس آن را تصویب کرده و اول فوریه را به عنوان روز ملی حجاب تعیین کرده بسیار پرمعنا بوده است. ما باید این اقدام را در فضای کشور فیلیپین بررسی کنیم و پیشینه تاریخی این کشور را در نظر بگیریم. هاویر در ادامه گفت این لایحه مسلمانان و غیر مسلمانان را تشویق می کند که روسری بپوشند حتی به مدت یک روز که همان اول فوریه است تا بتوانند پوشیدن آن را تجربه کنند. روز چهارشنبه بر اثر انفجار یک خمپاره در استان سند در جنوب شرقی پاکستان حداقل 8 نفر از جمله کودکان و زنان کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری محلی دنیا نیوز این حادثه در منطقه کچا در ولسوالی کندکوت رخ داده است. مقامات محلی خواستار ارائه گزارش از بازرس کل استان در مورد چگونگی برخورد این خمپاره راکتی به منطقه شدند.